ادبیات پیوند ناگسستنی با عناصر فطری مانند احساسات، عواطف و تمایل روحی و هنر دارد. هیچگاهی کهنه نشده و به گونه جاودانه میماند. مثل دیگر پدیده‌های اجتماعی قابل تعریف با کلام و الفاظ نیست. ادبیات مجموعی از بازتاب‌های انسان است که در مقابل عوامل درونی و بیرونی که به صورت کلام همراه با تخیل با عاطفه در آمده و هدفش سعادت و خوشبختی آدمی است. این سعادت و خوشبختی در سایه تربیت صحیح امکان پذیر است. تربیت باید از دوران کودکی شروع شود، پس کودکان به ادبیات نیاز دارند که این ادبیات برای موجودی کم تجربه و در حال رشد به گونه خاصی باید ساخته شود. ادبیات کودک عبارت از تلاش هنرمندانه در قالب کلام برای هدایت نمودن کودک با زبان شیوا و مناسب و درخور فهم است. اما از ورود ادبیات کودک به افغانستان حدود یک قرن می‌گذرد. در اوایل قرن 20 نشریه سراج الاطفال و در سال 1330 انیس اطفال وجود داشتند. کودکان در ادبیات داستانی افغانستان جایگاه مناسبتری از امروز داشتند. قصه خوانی و لالایی و همچنین توجه فامیل ها در روی قصه گفتن برای کودکان فرهنگ پیشینه ای در افغانستان دارد. اما ادبیات اکنون با آسیب های مختلفی مانند ناامنی، بی‌ثباتی و فقر مواجه شده است. بیش از همه چیز ادبیات و خصوصا ادبیات کودک آسیب های زیادی را در بدنه خود متحمل شده است. اما اکنون وضعیت ادبیات کودک چگونه است؟ چرا مردم افغانستان به ادبیات کودک اهمیت نمیدن؟ چرا نویسنده های کودک در افغانستان به تعداد انگشت های دستند؟ تا چه میزان جنگ و ناامنی توانسته است روی بخش های مختلف علمی و فرهنگی تاثیر بگذارد؟ تا کنون چه کارهایی در زمینه ادبیات و نوجوانان در افغانستان صورت گرفته است؟ آیا واقعا ادبیات کودک سیر بالا به پایین داشته است؟ برای بحث بیشتر با مهمانان عزیزمان خانم میترا آسی شاعر و هنرمند، آقای اسد احتشام نویسنده و در ادامه برنامه با آقای مجیب مهراد نویسنده و شاعر صحبت خواهیم کرد. در آغاز سلام و درود خدمت مهمانان عزیز و شما شنوندگان عزیز، من شکری مشعل هستم و در خدمت شما قرار دارم. پرسش آغاز دوست دارم اینگونه با خانم آسی شروع کنم. خانم آسی، تصور غالب اینگونه است که اگر شخصیت مرکزی داستان یک کودک باشد و یا شخصیت مرکزی در شعر یک کودک باشد، او نو شعر و یا داستان مربوط به کودک و یا اطفال و یا نوجوانان است. آیا این تعریف درست است؟ اصلا ادبیات کودک چیست؟ خب در همه عرصه ها بخصوص در قسمت ادبیات ما معمولا فیلم هم داریم که میتونیم تذکر بتیم که معمولا وقتی کاراکتر مرکزی میتونه طفل باشه، کودک باشه، ولی نمیتونیم به خاطر کاراکتر مرکزی یا به اصطلاح بودن کاراکتر طفل در یک پدیده هنری نام از او کار یا به اصطلاح بخش هنری را بگذاریم ادبیات کودک. بر ما ادبیات کودک بیشتر برمیگرده به زندگی و همون طیف سینی کودک ها که به اصطلاح با همون دنیای تخیلی خودشان با دید تخیلی خودشان به دنیا نگاه میکنن و وظیفه یک نویسنده در مجموع بیشتر همی بوده و یا هست در تا جایی که من برداشتم در همین سالهای اخیر که با ادبیات کودک سر و کار دارم همی هست که یک نویسنده مکلف است و موظف است تا در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، تاریخی و خصوص اجتماعی و زندگی خود کودک آشنایی بسیار کامل و دقیق داشته باشه و به شکل حرفه‌ای در هر سه گام بگذاره وقتی میخوای برای کودک بنویسه، چون کودک ها حالا دیگه بسیار رشد کردن نسبت به سالهای گذشته، نسبت به 20-30 سال گذشته که با
دنیای مدرن امروزی سر کار نداشتن. ما شما میبینیم که دنیا دیگه عوض شده و یک صفحه کوچک موبایل یا آیپد یا کامپیوتر میتونه یک کودک با تمام دنیا وصل کنه. میخوایم که نمیخوایم زیادتر تشریح بتم چون میشه سوال دیگه داشته باشین، ولی برای ما واقعا ادبیات کودک یا نوشتن در مورد کودک برمیگرده به این که یک نویسنده آگاهی کامل از زندگی کودک داشته باشه تا بتانه اثر خود ادب به اصطلاح یک اثر برای کودک ها بنامه. دقیقا خانم ماسیما، یک اصطلاحی به نام دیداکتیسم در شعر داریم، در شعر کودک، یعنی هدف از او به گفته شما تربیت و پرورش کودک، اما به گونه‌ای که امرونه نباشه و همین مسئله باعث میشه که بسیار کار سخت و دشوار بکنه. شما به گونه‌ای در شعر برخورد میکنین که نگرش کودک تغییر بدین و به سوی فکر و خیال ببرین و از طرفی هم مسئولیت داریم که دنیا جای بهترتری برای کودک بسازیم و او وارد واقعیت ها بکنیم و این کار سخت کرده. اما به خاطر سختی ای حالا میزان زیادی از افراد شاید فکر کنن که نوشتن داستان یا شعر برای کودکان و نوجوانان کار آسانیه، چون مخاطب اونا بله نوجوانه یا کودکه، اما بالعکس قضیه سختتر کرده. اما در افغانستان با این که ما سالها در قسمت‌های فرهنگی کار شده، تلاش شده و شاعرای زیادی داریم، نویسنده‌های زیادی داریم، چرا به نظر شما در ادبیات کودک ما شاعر و نویسنده متخصص بسیار کم داریم؟ خب ببینین، در تقریبا در سطح دنیا هست، ولی در سطح دنیا نمیتونیم بگیم که ادبیات کودک پرداخته نشده، چون دنیا در هر کتابخانه که مثلا شما مراجعه کنین، میال من در اروپا زندگی میکنم و صدها هزارها کتاب بر کودک ها هست و این منشش برمیگرده به یک اقتصاد و یک توجه، چیزی که در افغانستان متاسفانه هر دوی از او به اصطلاح در حاشیه قرار گرفته. در افغانستان نویسنده های ما مثلا بیشتر چون فقر اقتصادی بوده، فقر هنری بوده، فقر فرهنگی بوده، از بسیار جهات ما فقیر بودیم در افغانستان و نویسنده هم بیشتر کوشش کردن خب بس طریق راهی یک اثر هنری یا فرهنگی خود و به اصطلاح سبب معیشت بر خانواده خود باشن، یک کار بکنن که جیبشان به اصطلاح از او پر شوه از کاری که میکنن، که متاسفانه امو هم نشده، یعنی به اون شکلی که باید باشه. من فکر میکنم فقیرترین یا به اصطلاح در حاشیه مانده ترین افراد در افغانستان هم نویسنده ها هستن و توجه آنچنانی از طرف دولت هم صورت نمیگیره، در حالی که مثلا وزارت اطلاعات و فرهنگ یا وزارت اطلاعات و کلتور در افغانستان همیشه موظف و ای بوده باشه یا وزارت تعلیم و تربیه که این عرصه را به اصطلاح سپورت کنه و پشتیبانش باشه که برای نویسنده ها عرصه های به اصطلاح از لحاظ اقتصادی پشتیبانشان بوده باشه که بتانن اونا اثر خلق کنن. مخصوصا در قسمت ادبیات کودک شما میدانین که وقتی برای یک کودک آدم یک داستان چیزی مینویسه، کودک کور توان خواندنش نداره، سوادش نداره که اصلا بخونه، یک کتاب مثلا نوشتاری یا مثلا مصور بدون از اینکه تصویر داشته باشه برای کودک جالب نیست. کتاب کودک باید مصور باشه و تصویر داشته باشه که او رو جذب کنه و تصویر هم باید رنگ داشته باشن، که یکی از دشوارترین بخش امی میتونه باشه در افغانستان، که من خودم دو کتاب در افغانستان به اصطلاح چاپ کردم و فکر میکنم هزینه او دو کتاب که شاید در نظر کسی هم نبیایه سه برابر یک هزینه یک کتاب است که مثلا عادی آدم میخواه 500-600 صفحه یا 400 صفحه کتاب با عین قیمت با یک تیراژ بلند چاپ کنه، در حالی که یک کتاب کودک هزینه بسیار بالا داره. رسامی از او خودش مثلا یک رسام باید برش پول پرداخته شود که او بتونه وقت خود ازایی بسازد تا رسامی کنه. در اروپا از او هر کرده مشکل تر است، به خاطر از این که مثلا خب در اینجا اگر آدم بخواید در مورد کودک نوشته کنه باید به زبان معیاری سرزمین میزبان باشه که تمام مردم از او استفاده کرده بتونه از او کتاب، اما در وقتی بخواید در اینجا بر افغانستان بنویسی
او سپورت و یا او پشتیبانی را که ممکن است آدم از طرف مراجع فرهنگی یا به اصطلاح ارگانهایی که زی دخل هستن نمیگیره و به مخاطر هست که کار بسیار دشوارتر از اون میشه. تو باید از هزینه شخصی خود بپردازی تا کار فرهنگی انجام بدی بر کودکان. و من فکر میکنم یکی از علله که در افغانستان این مسئله یا نادیده گرفته شده هم یک موضوع هست که در افغانستان خب متاسفانه از لحاظ فرهنگی یا سنتی بگویم کودکان زیاد مهم شمرده نشدن هیچ وقت، همیشه سرکوب شدن. و حتی در خانواده ها شما متوجه هستیم وقتی که 4 نفر صحبت میکنه یک دو تا طفل اگر بخواهیم بازی کنن یا شوخی کنن سرکوب میشن که خاموش باش 4 نفر کلان حرف میزنن، تو باید آرام بشینی سر جایت بشی یا برو از اتاق برای در اتاق دیگه بازی کو. اسباب بازی ندارن، وسایل که مثلا ذهنشان رشد بده در اختیارشان نیست. و ما ایره در سطح بسیار به اصطلاح بالای جامعه حرف میزنم، چون اگر پایین تر بریم در طرف های پایین تر اصلا وجود نداره این فرهنگ کتابخوانی، فرهنگ خریدن بازیچه برای کودک و یا خود موجود بودن بازیچه‌ای که مثلا کودک وادار می‌سازه که از ذهن خود استفاده کنه و کار بگیره وجود نداره. ما متوجه از این هم هستیم که حتی خود صحبت نوجوانای ما در سوشل میدیا یا مثلا رسانه ها و گپا زیر تاثیر همین مسائل هست. چرا؟ به خاطر از اینکه طرز جمله ها، کلماتی که استفاده می کنن، طرز صحبتشان، همگی از اینا متاثر از جنگ هست، متاثر از شرایط است که سرشان حاکم بوده دست طفولیت تا جوانی. و اینا ذخیره لغت را مثلا در دوران کودکی از طریق خواندن کتاب، از طریق مطالعه به دست می آوردن، رو به دست ناوردن، با اکثر کلمات ناآشنا هستن. ما وقتی متوجه میشم که از طریق تلویزیون یا رادیو که یک سوال میشه از یک نوجوان در روی سرک یا از مثلا کسی که یک کراچی یک داره و بولونی مفروشه یا مثلا نوشابه مفروشه، میگه خب بزرگترین آرزوی چی هست؟ ببینین این سوال یک سوال بسیار ساده و کلمات بسیار ساده درش نفته، ولی طرف اینمی جمله رو درک کده نمیتونه که بزرگترین آرزوی ما چی هست. میگه نان ببرم برای خانه خود، یا مثلا میگه که پلاستیک جمع کنم. با این چیزا ما اینقدر مواجه شدیم و اینقدر اینا مرا درد رسانده که هیچ حد و اندازه ندارم. و ما میگم خب ببین دنیا به کجا رسیده و ما هنوز در کجای این کره خاکی هستیم که نوجوان ما هنوز نمیفهمه آرزو یعنی چی، چی میتونم در آینده مثلا بر خود آرزو کنم یا مثلا تمنا کنم در آینده باشم، چون اینا فقط سر بلند کردن مشغول کار شدن. ما کودک کار دیگران دغدغه های ذهنی رو ایجاد نمی کنن برای کودکان که حالا غیر از مسائل آب و نان و غذا و تغذیه به چیزای علمی فکر کنن. که ما اینقدر جنجال های ما زیاد هست که مثلا پرداختن به اونا خودش یک مبحث جداست. ولی برمیگردم دوباره به سوالی که کردین که من فکر میکنم که یک بخشش همین مسئله فقر هست و یک تنگدستی که هست و دوم توجه عدم توجه دولت بوده و ارگانهای زیدخل که نخواستن یا نتانستن این مسائل جدی بگیرن. چون من سالهای که خودم کودک بودیم به یادم میاد که اون زمان ها بسیار از اون سالهای زیاده میگذره. شما هم در شروع برنامه یک هنت یا به اصطلاح یک یادآوری از او کردیم که ما کمکیان انیس یا به اصطلاح انیس کودکا داشتیم که در او مجله مثلا از قصه ها و ترانه ها چی میشد نشر میشد و بسیار بسیار مشهور بودن و در هر خانه از او مجله شما میدیدین. مثلا قصه خاله قانقوزک، حالا قانقوزک تئاترش هم من خودم با خانواده خود با مادرم با برادرایم به سینمای زینب رفتم از نزدیک تماشا کردم. که در وقت ما هنرپیشه‌های ما مثلا برای کودک ها تئاتر اجرا میکردن و بسیار به سطح بالا بسیار به سطح عالی اجرا میشد. از اون چیزا دیگه خبری نیست. سالهای سال هست که ما دیگه
تئاتر در افغانستان برای کودک نداریم، ما کتاب آنچنانی چاپ نمی کنیم. اما خب در چند سال اخیر ما متوجه ازی بودیم که خیلی از کسایی که مثلا محدود است، بسیار انگشت شمار است تعدادشان از نویسنده های بخش ادبیات کودک کار کردن در افغانستان و کتاب های چاپ شده، حتی مؤسسات خارجی هم کمک کردن، ولی این کفاف نمیکنه برای یک کشور چندین میلیونی تنها در سطح پایتخت. ما فکر میکنم بسیار بسیار ناچیز است، بسیار کم است. دقیقا همونطور که شما هم ذکر کردین، پرسش اصلی که مطرح میشه این است که چرا اکنون در افغانستان توجه جدی روی ادبیات کودک نمیشه؟ آیا حال ضرورت نمیدونن، در حالی که سالهای قبل مثلا 50 سال قبل ادیس اطفال بوده و به صورت خیلی متخصصانه موارد مختلف علمی بیولوژیکی و دیگه چیزا آموزش داده می شده در و همچنین داستان و قصه دیگه. مثلا سالها قبل ما هم داستان بزک چینی رو داشتیم که بسیار مشهور است، اما چرا بزک چینی دیگه به داستانهای دیگه تبدیل نشد؟ چرا امو بزک چینی از 50 سال قبل ماند، از پدر کلانای ما اموتو تا به ما ماند و دیگه داستان خلق نشد؟ فکر نمی کنین که تنها شاید مثلا دولت یا حکومت مقصر نیست، شاید فامیل ها به خاطری که حال من نمی دانم که به نظر شما چه دلیلی وجود داره، یا هم دلایلی وجود باید داشته باشه که امی سیر تاریخی ادبیات کودک یا داستان و یا شعر گفتن به گونه پایین آمده و فعلا هم خیلی اندک، یعنی نزدیک به صفر رسیده، خصوصا در این اواخر و اتفاقات اخیر. خب من فکر میکنم که یک موضوع که بیشتر گفتم، خب فقر بود، فقر و گرسنگی و سطح پایین سواد. ما از این نمیتونیم چشم خود به اصطلاح بپوشانیم که ما در افغانستان بسیار سطح پایین سواد داریم. اکثریت خانواده ها سواد ندارن و وقتی سواد ندارن، مامدار به اهمیت کتاب خواندن و داشتن کتاب یا آوردن کتاب یا خریدن کتاب برای کودک های خود اهمیت قائل نیستن، و مخصوصا اگر خانواده که فقیر باشه بیشتر توجه زیر داره که زودتر چه قسم یک لقمنان برای خانواده خود تهیه کنه تا یکی کتاب برای طفل خود بخره. اگر بخوایم مثلا را سیاسی بسازیم، خب من دوست ندارم در این مسئله زیاد داخل شوم. مسائل سیاسی هم هست که مالمدار کور نگه داشتن یا به اصطلاح بی سواد نگه داشتن یک کودک در یک سرزمین باعث میشه که او براهای بسیار اشتباهی بره و کارهایی که ما شاهدش هستیم، سالها جنگی که در افغانستان ادامه داره و هنوز هم ما به سطحی که باید میرسیدیم نرسیدیم، و پس دوباره فکر میکنم 20-25 سال دیگه به عقب برگشتیم. تمام از اینا علتش میتونه یک چیز باشه و همگی ما شمایی رو درک میکنیم و میدانیم که چی است، که فوکس تنها و تنها مثلا به فقط به مذهب و یا به خواندن قرآن و یا رفتن به مسجد ای نباید اکتفا شوه، که یک طفل فقط باید قرآن بدانه و اساسات دینی را بلد باشه. چرا؟ حتی اگر ما شما دقیقا فکر کنیم، حتی اساسات دینی را میشه از طریق قصه ها به کودکای خود ما انتقال بدیم. ما در اینجا میبینیم در دنیای غرب مثلا که چقدر در کتاب ها روان و سلیس با جملات بسیار ساده، با تصاویر بسیار قشنگ، با تئاتر و با فانتزی و تخیلات به کودکای خود اینا مثلا مذهب خدا یا مثلا تاریخ سرزمین خود انتقال میدن، که ای در همون سنی که هست با همون برداشت که داره آرام آرام یاد بگیره تا که بالاخره وقتی کلان میشه خودش راه برش باز میشه و به اصطلاح به مطالعه روی میآوره. خود همین مطالعه کردن، فرهنگ کتاب خواندن، ای در افغانستان مرده، از بین رفته و ای باید جلوش گرفته شود که پس دوباره به اصطلاح جای خود پیدا کنه، و ای که چی گونه پیدا میکنه خودش یک سوال است. خیلی ممنون از شما بانو آسی. در مورد ژانرهای مختلف ادبیات داستانی و ادبیات کودک و نوشتای شما دوباره برمیگردیم و در مورد نظام آموزشی هم صحبت میکنیم. اجازه بدیم که
با آقای اسد احتشام صحبت داشته باشیم. آقای احتشام صدای ما را دارین؟ سلام درود به مهمانان شما و شما صدای دارم میشنم. آقای احتشام ممنون که آمدین از مزار شریف افغانستان. سال 2017 عکسی نشر کرده بودین که با کودکانی که کتاب داستان در دستشان بود و نوشته بودین کتاب راه پله به سوی روشنایی. او داستان کتاب داستان ها چه بود، چگونه بود، چطور کتاب راه پله به سوی روشنایی به کودکانه؟ من یک برنامه کتابخانه را به نامش با دار کتاب یار مهربان در مناطق روستای شهر مزار شریف و اطراف مزار شریف شروع کرده بود که برنامه اسمی بود. ما با کتابایی که چاپ میشد قبلا یا کتابایی که من خودم جمع‌آوری میکردم، گردآوری میکردم، شعرها، ترانه ها بود، چه کتابای فولکلوری، ترانه های عامیانه، ما اونا را باش کتاب یار مهربان در مناطق مختلف در دسترس اطفال قرار می دادیم. کودک‌ها را گرد هم جمع می کردیم و ترویج کتابخانی بود، آوریز کتابخانی، شیوه های کتابخان دهند و به زبان خود کودکان بعد کودکان کتاب می خواندند. او عکس بود یا برنامه کتاب یار مهربان می شد که شما دیدین. بله ممنون. آقای احتشام شما هم نوشته هایی برای کودکان داشتین، آیا کتاب داستان چاپ کردین؟ هنوز موفق نشدین؟ از خودتان و کارهایتان برای کودکان بگید. من سه مجموعه گزیده شعر کودک که از شاعرهای فارسی زبان ایران و افغانستان شامل میشه اونا را در اولی کارم سال 1394 و 95 و بعد اینا را چاپ کردم. با یک سری مشکلاتم روبرو شدم، چون قبل از این کارها ما در یکی از مکاتب خصوصی با اینا علیم همراهشان هم داشتم، بعد اونجا مشاور فرهنگی شدم. وقتی دیدم که یک بررسی کردم کتاب های درسیشان، دیدم که واقعا نیاز داره که اینجا کتاب شعرهایی که از لحاظ روحی، از لحاظ رده سنی مطابق سن و کودکاست باید برای کودکا باشه. در کنار کتاب هایی که شعرهایی که جمعاری کنم، همچنان مواد درسی هم مهم است مطابق روحیه سن و سال کودکا باشه و واژه ها باید لطیف باشه، کودکانه باشه. متاسفانه من با لحجه آقای شما صدا شما قطع وصل شد، اگه موقعیت خود تغییر بده. ایرانی داشتن سر خوردم و با خیلی کتابایی که چاپ آقای احتشام صدای شما قطع شده بود. داخل افغانستان داشت متاسفانه با صدای مرا دارین؟ بله صدای مرا دارین؟ خب تا آقای احتشام بر میگردن و در مورد سختی های نوشتن قصه میگن، خانم آسی ما نیاز داریم که بدانیم عناصر تشکیل دهنده در یک داستان کودکانه چیه. مثلا حالا یک دید کلی ایجاد میکنه، پیرنگ داره، مثلا شخصیت پردازی میکنه،
سبک خاصی داره، زاویه دید و غیره موارد. اما کجاهای داستان مثلا اگه همکاران تکنیکی ما همکاری کنن، بس پرسش خود از خانم آسی ادامه بودم و باز با آقای تشان برمیکرده. میخوایم عناصر تشکیل دهنده داستان بدانم که مثلا چه داستانهایی ممکنه که داستان باشه، در این حال مثلا راوی داشته باشه یا شخصیتی که در او هست یک حیوان باشه، یا مثلا به گونه تاریخی باشه، یا شعر باشه، یا علمی باشه. ژانرهای ادبیات کودک چه قسمی هست اگه توضیح بدید؟ خب ما تا جایی که اینجا بیشتر کار ما در عرصه ادبیات ترجمه آثار نروژی به فارسی بوده و در عرصه هم بیشتر کار کردیم. ما فکر میکنم که بیشتر تذکر دادم که وقتی میخوای آدم برای کودک بنویسه، اگر منظور از یک قصه باشه، یک قصه تخیلی باشه، خب معلوم دار در قصه تخیلی بسیار دست آزاد داره نویسنده که هر چیزی که به اصطلاح در ذهن خودش و تا دنیای یک طفل از تجربه‌ای که از کودک میگیره در ذهنش خطور میکنه، میتونه او از او یک چیزی بنویسه. افسانه و تخیل متفاوت است؟ ببخشید. دقیقا. خب یکی افسانه هاییست که مثلا استوار است بر قصه هایی که در گذشته ها اتفاق افتاده و به اصطلاح زبان به زبان یا دهن به دهن منتقل شده از نسل به نسل، از مادر به فرزندی، از فرزندی به فرزندش. یکی او افسانه هاست که یا به اصطلاح افسانه های تاریخی میتونیم اسمش رو بگذاریم، یا داستان هایی که مثلا در تمام دنیا به شهرت رسیدن و در هر زبان تقریبا ترجمه شده است، ای افسانه ها منظورم است. و یکی قصه های تخیلی است که میتونه به اساس مسائل روز باشه که به اصطلاح تما یا همون موضوع داستانه، نظر به ای که روی چی میخوای آدم تمرکز کنه بنویسه. مثلا شما میخواین در یک داستان یا یک قصه که برای یک کودک مینویسید، مثلا در مورد یک حیوان بنویسید، حیوان که مثلا میخواید مثلا بر کودک توضیح بده که مثلا این حیوان چی رنگ داره، مثلا چند دست و پا داره، یا مثلا چی به یک شکل داستانی مثلا اگر قرار باشه که آدم قصه کنه. من میگم این بخش علمیش میشه، یک بخش علمی داستانی میشه که شما در حقیقت میخواین از بیولوژی استفاده کنین، ولی در بیولوژی رو در تاریخ یا در یک قصه برای کودک توضیح میدین که او یا امو به اصطلاح معلومات افاقی خود از اون طریق به دست میاره. یا مثلا روی ریاضی تمرکز میکنین، یکی مثلا ریاضی رو بخواین یک دو سه چهار پنج شش تا دره یا به یک کودک مثلا آموزش بدین، برای یک کودک بسیار راحت است که از طریق یک قصه مثلا اعداد یاد بگیره، یا مثلا حساب یا ریاضی رو یاد بگیره، یا متو اشکال هندسی را، یا مثلا تاریخ. به اون خاطر من فکر میکنم که در قسمت ادبیات کودک، ژانرهایی که در ادبیات کودک استفاده میشه وابسته به این هست که شما در کدام بخش میخواین بنویسین، غیر از بخش داستانی یا اصطلاح افسانوی قصه. و ما فکر میکنم موفقیت کسایی که برای کودک در این دنیای خارج از کشورهای ما مینویسن همی بوده که رشد ذهنی کودک نظر به رشد اجتماع در نظر گرفتن و نیازها را متوجه بودن که در کجا چی نیاز هست که ما مثلا سر از امو تمرکز داشته باشیم. و مخاطر ما هم تلاش مایی است که و کوشش کردیم که آثار را ترجمه کنم یا چیزهایی را بنویسم که کودک که مثلا از افغانستان
مهاجر میشه در کشور نروژ میایه و میره به مکتب یا کودکستان بر میخوره با مسائلی که خب یک نوع شک میبینه، یا مثلا برش یک چیزی مثلا تازه است و میتونه برش شاک فرهنگی شاک فرهنگی باشه و یک دوگانگی ایجاد کنه، اونمو پیشش حل باشه. وقتی که او رو به زبان مادری خود میخوانه یا متوجه میشه یا حتی شکل آهنگی نیشه مثلا در گوش خود میشنوه، فورا توجه برش جالب میشه که به اصطلاح به زبان میزبانم امو مسئله رو یاد بگیره. و من تو فکر میکنم که شاید متوجه شده باشین که اکثر کودکان در خانواده و یوتیوب زیاد پناه میبرن و از تلویزیون های که اصلا زبان مادریشان نیست، مثلا زبان انگلیسی یا زبان اردو و شاید هم زبان های دیگه، صرف به خاطر دیدن تصاویر جالبش بهش علاقمند شوند و فامیلا هم زیاد توجه نمیکنن که مثلا خب طفل ما باید زبان مادری خود یاد بگیره و زبان مادری خودش باشه یک چیزه. بعضی ها توجه دارن، بعضی هم ندارن. خب این از روی تجربه خودم از شخصی که ما متوجه شدیم. به من خاطر من فکر میکنم که حتی انتقال بعضی مسائل در بخش ادبیات کودک از طریق یوتیوب، رسانه هایی که راحت تر میسازه کار، چون ما خب شاید راحت برای کودک ها یک نوع کمک باشه. تشکر از شما. به شما برمیگردیم، خصوصا در مورد نوشته ها شما خیلی دوست داریم که بدانیم. نمیدانم آقای احتشام صدای ما را دارن. این واقعیت جامعه است متاسفانه به خاطر مشکلات مخابراتی و اینترنت که در افغانستان هستن، مشکلات تکنیکی برخوردن. آقای احتشام داریم صدامه؟ بله صدایتان دارم. بیشتر صدای شما قطع شد. دوست دارم از اون قصد ادامه بدین در مورد سختی های چاپ و نوشتن کتاب داستان در افغانستان. میگفتین از کجا باید شروع بکنین، چگونه با سختی ها مواجه میشین تا بتانین که کتاب داستان چاپ بکنین؟ بیشترم یاد کردم بسیتانه صدا قطع شد، گفتم که من کار ما از جای شروع نشه که به عنوان معلم و مشاور فرهنگی یکی از مکاتب خصوصی دمازارش داشت، اونجا همکاری داشتم همدارشان. وقتی متوجه شدم دیدم که کتابایشان متاسفانه کتابای شعر یا کتابای مواد درسیشان شعرا که کاملا لهجه ایرانی داشتن و کتابایی که مواد درسیشان بود متاسفانه کتاب به زبان خود ما بود، اما چاپ پاکستان بود که خیلی واژه های خشین و جنبه افراطی داشت محتواش. با اون خاطر دیدم گفتم باید روی از این کار شوه و سالهای 1395-94 بود واقعا پیدا کردن کتاب کودک در کتاب کنشیات مشکل بود و خیلی با مشکل پیدا میشد چیزی که میخواستیم نبود مطابق دوریا و از سند سال و دودک های مواد درسی مناسب. با خاطر تلاش کردم که گزیده های شعری که از شاعران فارسی زبان افغانستان و ایران هستن که مطابق با دوریا و سند سال کودکان سازگاری داشته باشه اینا رو جمع آوری کنم و به قسم کتاب چاپ کنم. بعد از این کم کم تلاش کردم که روی ترانه های عامیانه کودکانه که فعلا با آمدن بازی های کامپیوتری با آمدن تکنولوژی و فضای مجازی که ترانه های بومی ما با بازی فراموشی سپرده میشه و رو به نابودی، خواستم که اونا را جمع‌آوری کنم به گونه کتاب چاپ کنم. سه مجموعه را به این شکل چاپ و نشر کردم و تکنای از این کتاب کتابایی که جزتا از نهادهای مختلف مثل
بنیادی کودک یا حمایه اطفال یا از جاهای دیگر همکاری نکردم. ما در خدمت این نشرشان در مناطق مختلف و ساعات مختلف به خاطر ترویج کتابخانی با شعار کتابیان مهربان اینا را توزیع میکردم در مکاتب خصوصی، در کتابخانه‌ها، کتابخانه‌های عامه و مکاتب دولتی. به مو خاطر باعث شد که من بیشتر خودم کار کنم و بعد از چندین مجموعه های دیگر کار کردیم در خانه و دلیل نبودن از نوع چاپ و توجهی مسئولان دولتی و مسئولان فرهنگی نتونستم اونا را چاپ کنم و خودم هم توانایی چاپشتم و نداشتم که از جمله یک مجموعه به نام لالایی های مادران است. یک کار دیگر جایگاه لالایی ها در ادبیات کودک است و در همین روی بازی های کودکان کار کردیم که نتونستیم تصفانه چاپ نشید کنم. فیلم کارای از این فیلمان در کار برای ادبیات کودک دشوار است، چون یک مشکل بزرگ وجود دارد. سطح دانش جامعه ما، سطح دانش خانواده ما در سطح نیست که برای کودکان توجه شود و کتاب خواندنشان و نبود کتابخانه معیاری کودکان در خانه ما تا حال یک کتابخانه معیاری و وجود کودکان نداریم در افغانستان. البته در بعضی جاها کتابخانه کودکان تابلوش نشتر ولی وقتی بری نگاه میکنی کتابا از لحاظ میبینیم مناسبی کودکان نیستن برای بزرگ سالان نشته شده. رزیز نیش مثلا اگر داخلی باشه که در نظر گرفتن نشده یا نشته نشده و بیشتر کمک هایم که در افغانستان از نهادهای خارجی آمدن در خانه مسئولان فرهنگی، مسئولان اطلاعات فرهنگ اونا را پروژه ای مصرف کردن و وقتی میرید داخل کتابخانه که نگاه میکنید از 200 نوان بیشتر نمیشه، در حالی که در هر ولایت باید در دیقل بیدیش نباشه کتابخانه بیدیش کودکانه دولتی داشته باشیم. بله. آقای احتشام، در بین صحبتهای خود در مورد کتابهایی گفتین که در او واژه‌هایی از سرزمین ایران یا از کشور پاکستان هم وجود داره. حالا جدا از واژه‌ها ما کتابهای مستقیم ایران داریم به خاطر زبان مشترکی که داریم و به خاطر کمبود منبعی که داریم. به نظر شما استفاده از واژه‌های بیگانه، کتاب‌های کشورهای همسانه چقدر میتونه روی ادبیات گفتاری و در کل در حوزه عمومی بر کودکان ما تاثیر بگذاره؟ ما که یک زبان نوشتار داریم که او مشکل نداره که در داخل ایران، در داخل افغانستان، در داخل تاجیکستان در لحاظ نشتاری هیچ مشکلی نداره، ولی ما ادبیات عامیانه که داریم ادبیات بومی روستایی محلی میشه که ما مثلا که ادبیات شفاهی هم شامل از اون میشه داریم که مثلا کسی که در هرات زندگی میکند با کسی که در تخار، بدخشان یا بامیان یا یک ولایت پنجشیر یا اینجا زندگی میکند کاملا لهجهش متفاوت است و به این خاطر کودکی که مثلا در افغانستان زندگی میکنه دوست داره با واژه های روبرو شود، با شعر روبرو شود که خود در اون راحت احساس کنه، مثلا از لحاظ لهجه برش بیگانه نباشه. وقتی کودک با لهجه که
خودش در اون محیط نبودم روبرو میشم با اون خاطر خوبتر همون ترانه را یا همون شعر را حفظ نمیتونه یا خوبتر همراهش اون گرفته نمیتونه. با اون خاطر منظور من اهمی است که ما اگر شعر گردآوری میکنیم شعری باشه که از لحاظ نوشتاری زیاد مشکل لحجه نداشته باشه، استفاده کردن از شعر یا کلمات یا واژه‌هایی که در داخل ایران افغانستان باشه مشکلی نداره، زبان به یک زبان منطقه تفاوت لحجه خصوصا در کودکان قسم بیگانه است و تا اونا بزرگ شوند بکنند که بحث لحجه چی هست و بحث زبان چی هست اینا با اون خاطر آقای احتشام در مورد سیستم آموزشی و نظام آموزشی کتاب های ما برای کودکان و نوجوانان با شما صحبت خواهیم کرد. اجازه بدین که با خانم آسی بر بگردیم. خانم آسی، برای کودکان افغان چه میکنید؟ یک سایت به نام سایت زبان مادری بخش کودکستان پیش میبرم که البته کلش بخش ترانه و داستان هست. داستانهای ترجمه کردیم، تقریبا 8 داستان تا ترجمه شده و به نشر رسیده و ترانه هایی که یا خودم میسازم، خودم مینویسم و یا هم ترجمه ترانه هاییست که در کودکستان ها و مکاتب رایج هست و بیشتر مورد استفاده قرار میگیره، اونا رو ترجمه میکنم و سعی میکنم که شکل موزون به اصطلاح ترانه را حفظ کنم که بتونه در قالب آهنگ هم جای بگیره. وقتی اگر به زبان مادری کودک ترانه خوانده شوه ریتم موسیقی خود از دست نده و این البته بسیار کار دشوار هست که اکثریت نمیتونه بخشای دیگه کار ترجمه بسیار دشوار است به خاطری که تألیف جدید هست، یعنی دوباره شما از سر شروع میکنید مینویسین، اما باز از لحاظ فرهنگی و دیگه موارد تشابهات بین او کتاب ها داره تا ای که مثلا کودک افغان بخونه و بیشتر واضح بشه. بله، من مثلا دو کتاب را که ترجمه کردم و چاپ هم کردم در افغانستان کتاب هایستن که به فرهنگ ما بسیار شبیه هست، نزدیک است و یا یک پیام داره که میتونه مومد واقع شوه برای کودک ها که آینده نگر باشن یا مثلا چگونه میتونن کمک کنن. مثلا در قالب قصه است که مثلا ستا شطور یا لاما که ما در افغانستان نداریم و ما نام اصلی به اصطلاح حیوان حفظ کردیم و به نظر ما تا جایی که فکر میکنم با آن که ما به فقر فرهنگی مواجه هستیم ولی به نظر ما فکر میکنم نویسنده موظف است که کلمات را که تو حیوانات را که در کشورش پیدا نمیشه با زبان مادری خودش در کتاب خود درج کنه که طفل با او آشنایی پیدا کنه، چنانچه که در دنیا مثلا حیوانات هست که ما در کشور خود نداریم ولی با اونا باید آشنا باشیم، نامشان را باید بفهمیم، حداقل با نام لاتینش آشنا باشیم یا با نام معیاری انگلیسیش به اصطلاح آشنا باشیم و ای که مثلا یک سه تا حیوان چگونه میتونن که مثلا خانه خود از آتش سوزی نجات بدن یا یک پرنده رو میبینن که با یک تن کوچک خود آب میبره و سر آتش میریزه و همه تمسخر میکنن و مسخرش میکنن که با این منقار کوچک تو چطور میتونی آتش خاموش کنی. اینا خودش نشاندنده از ایست که خب یک طفل فکر میکنه و توجه به این میداشته باشه خب من میتونم کار انجام بتم با آن که بدن کوچک دارم. از این قبیل قصه هایی که مثلا به نظر من فکر میکردیم یا به اصطلاح حدس میزنم که میتونه کمک واقع شوه بر کودک ها بر افغانستان به اصطلاح خواستیم که اونا چاپ شوند نشر شوند ولی اینجا هم تا حال که متوجه بودیم زیاد مورد استفاده قرار گرفته. خانم آسی، گوش های همگی ما با لالایی های مادرانه آشناست، امکان نداره افغانی باشیم و
بعضی از داستان های مثلا بزبز قندی و چند داستان کوچیک دیگه و موی که اول ذکر کردین کفتوزک اصطلاح یادم رفت، یا هم بله و همچنین لالایی هایی که ما میخواندن فراموش کنیم. با این که لالایی بسیار زیاد میتونه تأثیرات روی کودک بگذاره و به خاطری بمانه، شما یا در این مورد کاری کردین؟ خب ما یکی دو لالایی نوشته کردیم که اردوش هم آهنگ ساختیم که بخیر به وقت و زمانش حتما بیرون میشه و نشر خواهد شد. صرف به خاطر از این که خب یک لالایی که نوشته کرده بودم خب زیر تاثیر جنگ خودم بودم و در حقیقت به همون اتفاقاتی که برای خودم اتفاق افتاده بود یا سرگذشت خود در اون نوشته کردیم و مثل است که برای طفل خود آدم میخوانه که تو به اصطلاح چیگونه تصور داشته باشی از این جنگ ها بالاخره تمام میشه و یا یک تمام نمیشه. دل ما غم داره، یک لالایی غمگین است و یکی هم لالایی است که فکر میکنم بیشتر خب یک لالایی هنری هست که بزرگ سالان شاید دوستش داشته باشن و فکر میکنم که غیر از لالایی قصه هایی که بعض ترانه های دیگه هم که نوشته کردیم میتونن که مورد علاقه قرار بگیرن، ولی مشکل اساسی ما در اینجا بیشتر دست نرسیدن یا به اصطلاح دست نداشتن و لوازم موسیقی است یا به اصطلاح کسی که موسیقی از اونها رو تهیه کنه، چون من فکر میکنم که کودک ها ترانه ها رو بیشتر از طریق موسیقی راحت تر یاد میگیرن و خوبتر ذهن نشین میشه در ذهنشان وقتی با موسیقی یک ترانه رو بشنون، چون جذاب میشه. ما وقتی میگیم تصویر و موسیقی هر دوی از اینا بر کودک یک اصل بسیار ضروری هست که بتانن که رشد کنه ذهنشان و در ایجاد تخیل بیشتر کمک میکنه کودک. خانم آسی، از اول برنامه ما و شما آقای احتشام در مورد ادبیات کودک گفتیم، صحبت کردیم و خیلی چیز موارد مختلف بس کردیم، اما خیلی خوب میشه که یک قسمت خیلی کوتاهی از نوشتهایتان در قسمت ادبیات کودک یا برای کودکان نوشتین برای ما بخونین، یا قسمتی که ترجمه کرده باشین از کتاب های زبان چی گفتین ترجمه کردین؟ زبان نروژی. نروژی بله. اگر قسمت کوتاهی برای ما. بله. خب ما یک کتاب به نام چی نوشته کردیم؟ عاقبت نیکی، که البته این کتاب از خودم هست، ترجمه نیست. یک بخشی از امور میخوایم براتون بخونم. یا دوست دارین ترجمه بخونم؟ هیچ فرق نمی کنم، این قسمت که خود شما علاقه دارین و خوب است که بخونین. بود نبود موشک صحرایی بود که بسیار ذکی و هوشیار بود، علاقمند کتاب خواندن و سفر بود. روزی از روزها هنگام خواندن خبر چشمهایش از خوشحالی برق زد. خبر این بود: دختر پادشاه می خواهد ازدواج کند و شرط گذاشته با دلیرترین و با همت‌ترین موش ازدواج نماید. شاه برای پیدا کردن داماد مورد علاقه‌اش به همه جا خبر فرستاده بود. موش‌های زیاده برای به دست آوردن دختر پادشاه را افتادند. موش سرایی هم تصمیم گرفت بخت خود را بیازماید. زیباترین لباس‌هایش را پوشید و یک مقدار خوراک هم با خود گرفت و رفت به سوی شهر. راه صحرا و جنگل را طی کرد و هنوز راه زیاد مانده بود و قصر برسد. در بین راه به دریاچه رسید و دید نمیتواند از آنجا بدون کشتی بگذرد. میخواست لباسهایش را بکشد و آبازی کند. متوجه یک دوتا چوب شد. با خودش فکر کرد که میتواند از این چوب به جای کشتی استفاده کند. چوب را با آب انداخت و روی آن پرید و با شاخه نازکی به پارو زدن آغاز کرد.
هنوز وسط دریاچه نرسیده بود که صدای بلند کمک 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 را شنید. پروانه قشنگ در آب افتاده بود و در حال غرق شدن بود. موشک فوری دست به کار شد و شاخه چوبی را که در دست داشت به سمت پروانه دراز کرد و پروانه با دستهای لرزان از شاخه گرفت و خود را به گوشه چوب که حالا کشتی موشک بود چسبان و از غرق شدن نجات یافت. وقتی موشک به سمت دیگر دریاچه رسید، پرهای پروانه خشک شده بود و آماده پرواز بود. از موشک تشکر کرد و گفت من روز اینیکی تو را جبران میکنم و خداحافظی کرده پرواز کنان در هوا گم شد. چه جالب بود و واقعا اینقدر دلچسب هست داستان. من فکر نمی کنم تنها من، همه در هر سنی که باشن دوست دارن بشنون، گوش کنن و تا آخر. یا بسیار جالب بود، ممنون خانم آسی. و به نظر شما نوشتن داستان‌های برای کودکان افغان اینچنینی چقدر میتونه که تاثیرگذار باشه و برایند تاریخی در طولانی مدت روی کودکان افغان بگذاره؟ الله شما که برای کودکان مهاجر انجام میدین، در این مورد برای ما بگین. ما چون خودم مدت هاست در افغانستان واقعا نبودیم، ولی تاثیر خواندن کتاب و یا داشتن کتاب، در دسترس بودن کتاب خوب درک میکنم، چون من خودم کودکی ما با کتاب گذشتاندیم. در خانواده که بودیم، پدر ما مادر ما هر دوشان همیشه در اختیار ما قرار میدادن کتاب که بخوانیم و مخصوصا در قسمت ادبیات کودک بسیار علاقه من بودم از دوران کودکی. یا شاید یکی از امیه لاله که مرا حال وادار ساخته که بر کودک ها بنویسم همون باشه که من خودم در کودکی کتاب زیاد خواندیم، کتاب های کودکانه. ولی چون در افغانستان نظر به مو صحبت هایی که پیشتر داشتیم، میدانم که سخت است که به اصطلاح امیدوار ازی باشیم که در یک زمان بسیار مدت کوتاه همه به این به اصطلاح ایدیال یا رزوهای خود میرسن. اما به نظر من فکر میکنم که اگر از خشونت کاسته شود و توجه بیشتر به مهربانی، به شفقت، به انسانیت، به همکاری و ای که مثلا کودک از رنج و مشقتی که در جامعه به خاطر کار کردن و یا به اصطلاح نان پیدا کردن میکشه و ذهنش شود و توجهش بیشتر و مطالعه و مکتب شود، بیشتر نتیجه میده. و قصه هایی که ما نوشته میکنیم یا مثلا نویسنده های دیگه نوشته خواهد کردن، همگی از اینا میتونه که کمک کنه که طفل کودکی خود بکنه. از همه مهمتر، طفل اول باید کودک باشه، اول باید با دنیای خودش، با وجود خودش، با تخیلات خودش آشتی کنه و بعد از او با دنیای بیرون آشنا شوه. معمولا طفلایی که کودکی نمیکنن و مثلا در یک سن بسیار خرد فورا بزرگ میشن، اونا نمیتونه آدم در آینده از اونا انتظار بسیار زیاده داشت. و من امیدوار هستم که این فرهنگ عوض شود و تغییر بکنه و ما شاهد دکای سالم و با مطالعه و باسواد باشیم در افغانستان. با امیدی که قلم شما همیشه گوهربار باشه و میتونه بر کودکان بنویسه و بطور کودکان افغان از خشونت و جنگ دور نگه بداره. آقای احتشام، اگر صدای مر دارین، من پرسشی از شما میخوایم مطرح کنم. ما در کتاب فارسی صنف 4 اگه اشتباه نکنم مثلا شعری داریم، ما کودک خندانیم، ما همیشه خندانیم، ما کودک افغانیم، همین گونه یک شعر هست. اما وقتی در اصل تاریخی رو نگاه میکنیم، مثل این موارد دیگری و شعرهای دیگری هم هست که از مستقیم از کتابهای ایران کپی شده. مثلا در کتاب ایران سالهای قبل از این آمده که ما همیشه خندانیم، کودکان ایرانیم. مثل این موارد دیگی هم هست.
به نظر شما نظام آموزشی ما و کتابهای ما چقدر کپی برداری کرده؟ جای چه چیزهایی در او خالیه و چرا دلایلی و چه بوده که حالا معارف بر مهمترین مسئلهی که باید توجه بکنه مو نظام آموزشی توجه نکرده؟ و آیا هم شاید هم ممکنه که بالعکس باشه، اینگونه نباشه؟ نظر شما در این مورد چیه؟ برای ما بگید. متوجه شدم سوالتون و متاسفانه چند لحظه پیش هم گفتید که این جنگ هایی که چندین دهه جنگ بوده، این جنگ ها باعث شده که مردم ما آواره شوند، مشکلات اقتصادی به بار بیاید و سطح دانششان به او اندازه نباشه که مثلا ما خود با کشور همسایه با ایران مقایسه کنیم و یا شاعرها و نویسنده ها توجه نکرده. در کنار از این ما کتابخانه معیاری نداشتیم، یا اگر کتابخانه معیاری داشتیم کتابخانه ویژه کودک نبوده. در کنار از این مسائل افراد تخصصی و فنی و مسلکی در دولت نبوده که اینها را بررسی کنه. مسئولای به توجه مسئولان فرهنگی، مسئولان وزارت اطلاعات فرهنگ یا دیگه بخش های دولتی که این چیزا باعث شده که کسایی که در رأس وزارت آموزش و پرورش کشور قرار گرفته اینا کلن سلیقه‌ای وارد شده و همون پست اشغال کرده، بعدش هم نداشتن تخصص فنی باعث شده که اینا مستقیم کپی پیست کنه و واژه ها را تغییرات بیاره، یا بعضی واژه هایی که مثلا کم نظر پیشم که گفتم خشین بوده یا از لحاظ ردیفی مناسب نبوده، اینا را جا به جا کرده، یا مواد درسی مکتب ما متاسفانه مشکلات درست نویسی دارم، مشکل املایی دارم، مشکل تایپی دارم. شعر مثلا آمده با محتوا رفت نداره یا عکس در اون اضافه شده. اینا کلن دلیلش مشکلات درم باید شده همین یک چیزی بوار ده که باید مطلان فرهنگی دولتی در این زمینه توجه کنم و ایجاد کتاب خانهای کودکانه در برنامه شان باشه و یک نهاد باید ما متاسفانه تا هنوز یک برای کودکانهای افغانستان هنوز یک نهاد نیست که مواد درسی اینا را کنترل کنم. مثلا از سنف اول تا سنف 12 تمام مواد درسی در مربوط به وزارت معارف میشه، اما پایین از سنف اول که ما سنفهای کودکستان که همو آمادگی میگه و پایینتر از آمادگی میشه، متاسفانه هیچ نهادی را نداریم که در این زمینه مواد جور کنه یا مواد کودکستان ها تدریس میکنه ای را کنترل کنه. با مخاطر کتاب ها اکثرا سلیقه‌ای چاپ میشه و فرمایش خود همون نهاد خصوصی کودکستان است یا مکتب است یا ای که مستقیم از کشور همسایه از اونها وارد میشه، یا ایران یا پاکستان که کشور خیلی در رول مهم و عمده داره اگر توجه صورت بگیره که خوب است، اگر توجه صورت نگیره واقعا ما به جایی که بتانیم کودکان خوبی سالمی و شاد و مفید را به بار بیاریم، متاسفانه کتاب های افراطی جنبش افراطی است، محتوایش از پاکستان وارد شده. ما چندین کتاب ها را دیدیم، مزیدی کنیم، بررسی کنیم، واقعا آدم خیلی ناراحت میشه، مایوس میشه که ببینم دقیقا واجه های خشین هم ترویج نکنن.
جالب است که ایران باید یادآور بشم که ما خانه ادبیات کودک در افغانستان داشتیم در چند سال اخیر، البته در همین 15-20 سال اخیری که حالا تغییرات مثبتی وارد شد و حالا مسائل حقوق زنان مطرح شد و حقوق کودک و حقوق بشر، اما خیلی دردآوره که به عقب پس برگشته باشیم و هیچ گونه کار عملا کاری نشده باشه. حالا مقدار پول هم مصرف شده بود، همونطور که من به خاطر این برنامه آمادگی میگرفتم موارد زیادی بود، حتی مکتوبایشان هم هست، اما کار اصلی و اساسی به کودکان شاید نشده باشه که ما به این وضعیت هستیم. آقای احتشام، شما ترانه فولکلور هم میگین، از نمونه هایی و اگر مایل باشین میشه که بریم ما بخونیم؟ ترانه های فولکلوری که شایخ یا گوینده یا خلق کننده ندارم، مثلا از قدیم به صورت شفاهی نه نقل میشه، سینه به سینه انتقال کرده و مادرها جمع‌آوری شد. لالای ها در کودک هایشان می خونن. ما داریم؟ بله بله. ترانه های فولکلوری هم بنده فکرمند که در گذشته کودک ها در انگامی که گرده هم جمع می شدن و ترانه های را می خوندن که در کناری که ترانه باید خونده شد و هم اینا از لحاظ سرگرمی باید بازی کنن، گروهی مثلا دو نفر یا سه نفر، یا ترانه‌ای که با او خاطر ما یک مجموعه را گردآوری کرده بودم که خود ساحه به ساحه عملی رفتم، با کودکان نشستم، اونا خواندن و من یادداشت گرفتم، بعضیش از طریق پرسشنامه ها و اینا، و تایی که مجموعه کامل شد، ولی ما او مجموعه را یک تعداد کمی شکل به نام گنجشکک دلایی است، شامل 19 ترانه عامیانه میشن که ما ایران چاپ کردیم. میشه که ما بایدان یک شد خانم یک ترانه خیلی معروف است که از خیلی گذشته ها، و هدف از چاپ و نشر ترانه ها این است که ما بتانیم آثار شفاهی خود را، ادبیات فولکلور و دینی خود را حفظ کنیم تا اینکه نابود نشوند. یک ترانه را برایتان میخوانم که نام است گنجشک طلایی. از بالا او میآید، روی پلو میآید، خانه را جارو کنیم، عروس نو میآید، گنجشک طلایی در بیا کجایی، میپری خار و پسه میبری، بیا پیش من بنشین، در گنجشک بنشین، گلبکر او وردر شکر خو وردر. این ترانه البته در تمام مناطق افغانستان خونده میشه، منتها شاید در با تفاوت لهجه باشد در بعضی جاها. بنابراین ترانه های دیگه هم هست که به صورت گروهی دختران یا بچه ها میشینن با هم میخونن. یک ترانه دیگه که کو برگ چنار دخترها شیش دقیقه قطار میزنن، برگ چنار میخورن دامه انار، کو برگ چنار کاش دفتر میزدم به هوا به هوا پر میزدم، آبی زمزم میخوردم. در کل ترانه ها، ترانه های فولکلوری که متاسفانه فعلا با آمدن تکنولوژی جدید که در افغانستان آخه هم مشکل است که کودک ها دسترسی نداره و بیشتر بجایی که استفاده مثبت شده منفی میشه و بازی های کمپیوتری باعث شده که ما از ادبیات ما، از ترانه های عامیانه ما، از شعر و قصه و داستان هایی که در گذشته ها خانواده دور هم جمع میشدن و میخوندن، باعث شده و آمدن بازی های کمپیوتری که اینا روز به روز بسیار فراموشی گذاشته.
آقای احتشام، بیشتر در مورد ادبیات شفاهی افغانستان و خصوصا قسمت های شمال برای ما بگین که چگونه نقش شما در جمع‌آوری بوده، مثلا رفتین پرسان کردین، نوشته کردین و این کار میتونه چه تأثیری بگذاره و یعنی چه برایندی داره جمع‌آوری ادبیات شفاهی و زنده کردن از اونا؟ در طول ادبیات هر کشور، خصوصا ادبیات بومی کشور، هر کشور یا ادبیات فولکلور یا میانه هویت همون کشور مشخص میسازه یا معرفی میکنه. ما اگر قرار باشه از لحاظ جامعه شناسی یا مردم شناسی، محیط شناسی که بخواهیم یک منطقه را بشناسیم یا در کس رو معرفی کنیم، اولین کاری که میکنیم میریم ادبیات عامیانه شان رو سعی میکنیم که چی گونه بوده، واژه ها چی گونه بوده، تصویر ها چی گونه بوده. خیلی مهم و سازنده است و مخاطر نیاز است که ما ادبیات فولکلوری ما را چی کودکانه باشه، چی بزرگسال باشه، جمع‌آوری کنیم و مکتوب کنیم. چون اکثریت ترانه های بازی که در افغانستان امروزه که خیلی هم کم شده خواندنشان یا استفادهشان به دلیل شباهت بیش از حد یا یکی بودن زبان ما با کشور ایران، با کشور تاجیکستان، این ترانه ها معمولا در ایران و تاجیکستان هم کاربرد داره و استفاده میشه. ولی به صورت دقیق اگر ما مطالعه کنیم میبینیم که این ترانه ها خواستگاه و خلق و زادگاهش مناطق خود افغانستان بوده. ولی این روزم وقت کتابای ادبیات کودک ایران که میبینیم از این ترانه ها تلب فراحتی اونا استفاده کردن. و اگر ما ادبیات فولکلور ما را مکتوب نکنیم، کتاب نسازیم، با مرور زمان از بین میره و ما نمیتونیم بگیم که ما ترانه ها مربوط ما بوده و ما یک زمان استفاده میکردیم. با او خاطر نیاز است و مهم است ما چی از طریق پرسشنامه یا چی از طریق خانواده ها یا بزرگسال ها یا کودک ها به هر طریق شده بیتانیم جمع‌آوری کنیم، مکتوب کنیم. چون که هر مردان بزرگسال یا زنان کهنسال ما خودشان دنیای از ترانه های عامیانه است، دنیای از قصه های عامیانه است که اونا به صورت شفایی از گذشته ها همه قسم سینه بسینه نقل کردن و برای کودک ها میبین. ولی متاسفانه با آمدن تکنولوژی دیگر کودک ها بیشتر سرگرمی هایشان در این بازی های کمپیوتری و اینا شده. با اون خاطر ادبیات فولکلور اگر ما جمع آوری مکتوب نکنیم و بازی فراموشی سپرده میشه. ممنون خیلی زیاد و ما واقعا قدردان افرادی مثل شما هستیم که برای حفظ ادبیات فولکلور افغانستان تلاش کردن و این واقعا یک کار بسیار ارزشمندی هست، بسیار ارزشمند است. ممنون از شما. آقای احتشام، اگر به عنوان پرسش آخری از شما بپرسم، برنامه تان برای آینده چیست در این وضعیتی که حال پیش آمده و مشکلاتی که از قبل بود حالا مشکلات چندین برابر شده، چه پلانی دارین برای کودکان افغان، برای نوشتن، برای کار، برای ادبیات کودک؟ ما برنامه برای ایجاد یک کتابخانه برنامه داشتیم که خیلی تلاش کردیم با جمع از دوستان فراخوان همکاری کردیم. خواستیم از دوستان که بعضی دوستان کتاب کمک کردن، بعضی دوستان
کامپیوتر و پرینتر و خلاصه ما دانستیم که یک کتابخانه کودکانه را رازی اندازیم و تقریبا به حد کامل شدن بود که کتابخانه حکومت جدید آمد و رژیم عوض شد برنامه هم باشید. ما خواستیم که برنامه های بزرگتری داشته باشیم، های سواد آموزی که قبلا در کودکان کارگر خیابانی داشتم میخواستیم دوباره اینا را گسترش بدیم در ساحات مختلف، توزیع کتاب، چاپ و نشر کتاب، برنامه های رقابتی داشتیم. متاسفانه که تحولات باعث شد که مردم بیشتر دیگر در فکر این چیزا نباشد، کاروبارا به تمام حرفای اقتصادی و فرهنگی خراب شد و از دست ها دیگر مردم زیادتر در فکر اون نام و جان شدن و زیاد توجه به کتاب و به کودک و اینا ندارن. درست کنم ما به این روزای آخر شایدی خبرهای خیلی بدی هم در چندین ولایت بودیم که مادرها مجبور شده بودن کودکانشان را بکشن تا زندگی کنن. خلاصه وضعیت به حدی شده بود که فعلا همو خدمت زیادتر توجه برنامه های کتاب خانی و عدویات کودک و اینا کم شده. امیدوار هستم که بتوانیم شرایط خوبی را فراهم کنیم، بتوانیم کار مفیدی را انجام بدیم و وضعیت خوبتر شود و حکومت جدیدی هم که آمده باید تلاش کنند که زمینه آموزش و پرورش کودکان دختران و برای همه را فراهم کنند، چون که کودکان اساس تهداب جامعه هستند. ما اگر به کودکان توجه نکنیم مطمئنم آینده خوبی نخواد داشتیم و فعلا هم یکی از عوامل جنگ های چند دهه‌ای همین که به کودکان درست توجه نشدن. تشکر از شما، ممنون و باز هم سپاس از این که کار کردین، کار میکنین با همه شرایط سختی که فیلحال وجود داره. ممنون شما. خانم آسی، صحبت های آقای احتشام شنیدیم چقدر در وضعیت بسیار سخت کار کردن، باز هم یعنی نتونستن که برایند درست به خاطر فقر و دیگه مشکلات به دست بیارن. از این به بعد که حالا وضعیت در این حد خراب شده و ادبیات کودک چقدر یک موضوع مهم و ریشه‌ای و اساسی در یک مملکت و فعلحال کلن همه چیز فکر میکنم که ضرب صفر شده باشه و حال کاش حداقل به عقب برمیگشت، چون وضعیت قبلی بهترتر بود، سالهای 50 سال قبل منظورم هست. به نظر شما با این وضعیت چه بر سر کودک افغان ما میایه و چه کاری برای کردن میتونیم؟ ما شخصا با یک تعداد از نویسنده‌ای که فعلا در ناروی زندگی میکنن، مقیم اصولو هستن، ما یک انجمن داریم، انجمن نویسنده و هنرمنده که قرار است به زودی در یکی دو ماه آینده یک کنفرانس داشته باشیم همراه انجمن قلم ناروی که ببینیم چی میتونیم، چی نوع کمک میتونیم بکنیم، نه تنها در بخش کودک ها بلکه برای اکثریت نویسنده ها در افغانستان که ما هم دست و پا بسته هستیم، به اصطلاح اینجا در مهاجرت بسر میبریم و زندگی عادی و نرمال و در حد امکان خود داریم و تا جایی که ممکن بوده تلاش کردیم که با سرزمین خود رابطه قائم نگه داشته باشیم و کمک های نیاز هایی که از توان ما ساخته است دریغ نکنیم، ولی کمک های بیشتر از این مستلزم توجه جهانی ها هست که البته فکر نمی کنم به این سودی به این راحتی دوباره پس رو بدست بیاریم، چون ما یک دوره بسیار متمادی و طولانی را
و امکانات بسیار خوب از دست دادیم و استفاده آنچنانی که باید صورت می گرفت صورت نگرفت. متاسفانه خیانت ها و یا به اصطلاح دستبرد هایی که به منافع ملی صورت گرفت، بر پولی که باید بر سرزمین، بر بخش فرهنگ و بر اطلاع فرهنگ و یا به اصطلاح آبادی سرزمین استفاده می شد، حیف و مال شد و جهان به اصطلاح پشت گشتانده به سمت افغانستان. ای که چیگونه میشه دوباره توجه رو به اصطلاح معطوف بسازیم به سمت افغانستان، زمان ثابت میسازه. ولی امیدوار هستم که بر افغانستان کسایی که فعلا سر قدرت هستن ایره بدانن که دنیا عوض شده، دید انسان ها نظر به زندگی بر زندگی عوض شده. آزادی یگانه راهی هست که انسان ها را میتونه بر خواسته هایشان برسانه. بدون آزادی هیچ انسان نمیتونه که به او خواسته که داره برسه. و من فکر میکنم که به خصوص زنا و دخترا که خودشان مادر هستن و در آینده مادرای آینده سرزمین تشکیل میتن، نیازمند دانش و فرهنگ و کار هستن و نیاز دارن که کار کنن. و خصوص ما یک قشر عظیمی از خانوما رو در افغانستان داریم که شوهرهای خود از دست دادن در طول سالهای جنگ و یگانه ناناور خانوادهای خود هستن. اونا باید زمینه کار برشان مساعد باشه، بتانن کار کنن، بتانن درس بخونن، بتانن تحصیل کنن تا فرزند سالم و جامعه تقدیم کنن. و اگر به این مسئله کم توجهی شوه و تمام فوکس و توجه روی یک مسئله باشه که مسائل مذهبی و یا قومی و قبیلوی باشه، ما به هیچ راه و هیچ جایی نمیرسیم و دنیا هم از قبول کردن و یا به اصطلاح به رسمیت شناختن همچی دولت سرپیچی کرده و هیچ وقت فکر نکنم حاضر شوه که اونا رو به رسمیت بشناسه. دیگه به خاطر جنگ و بدبختی دیگه بس است. فکر میکنم که ما نیاز به صلح و آرامش داریم، نیاز به درس و تحصیل داریم، نیاز به آزادی داریم. با تشکر از شما، بسیار زیاد لطف کردین که وقت گذاشتین. امیدواریم که ادبیات کودک نویسنده های ما مثل یک گوهری در زیر خاک روی کار بکنن و نگه بدارن، با امید روزی که کودکان افغان بتانن که از منابع درست درسی و علمی استفاده بکنن. تشکر از مهمانان عزیز ما، خانم آسی از کشور ناروی، آقای احتشام از افغانستان، و تشکر از همه دوستایی که صدای ما شنیدن، برنامه دیدن. با سپاس از شما، وقت شما خوش، بدرود.